سلام دوستان کسی که برای آدم ارزش قائل باشه هرگز خودش رو توی شرایطی قرار نمیده که بخواد اون شخص رو از دست بده بلکه تمام تلاش و سعیش رو میکنه که اون شخص رو خشنود و راضی از خودش نگه داره من علی قهرمانی هستم میزبان شما امروز با بررسی پرونده جنایی که در رابطه با قتل سه نفر در استان ایلام هستش از این حادثه هولناک یک ماه بیشتر نیست که میگذره با من همراه باشید تا جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم یازدهم تیر سال 1401 صدای چند شلیک توی یکی از کوچه های در شهر استان ایلام شنیده شد. اهالی اون کوچه که با شنیدن صدای شلیک ها وحشت زده شده بودن ابتدا خودشون رو به خونه‌ای که توش تیراندازی شده بود رسوندن و بعد با پلیس تماس گرفتن و خواستن که هر چه زودتر اونا خودشون رو به اونجا برسونن. اونا گفته بودن که چند نفر توی یک حادثه تیراندازی بهشون شلیک شده و نیاز به کمک دارن مأموران پلیس تا خودشون رو به محل حادثه برسونن اورژانس زودتر به محل حادثه رسیده بود و نیروهاشون مشغول بررسی علایم حیاتی افرادی بودند که تیر خورده بودند پلیس به محض رسیدن به محل حادثه شروع به بررسی چگونگی رخ دادن تیراندازی و وضعیت محیط اطراف کرد خونه ای که توش تیراندازی شده بود یک خونه ویلایی بود که داخلش سه زن و یک مرد روی زمین افتاده بودند و هر کدوم مقدار زیادی ازشون خون رفته بود. از بین قربانی ها فقط یک زن میانسال زنده مونده بود و بقیه از دنیا رفته بودند. تعداد زیادی از همسایه ها در اونجا جمع بودند که ماموران پلیس برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر شروع به پرسجو از اونا کردند. قربانی ها دو خواهر، مادر و داماد خانواده بودند که قتل ها هم توسط داماد خانواده که خودش جزء یکی از کشته شدگان حادثه بود اتفاق افتاده بود. اونطور که اهالی محل میگفتند داماد خانواده که فرید نام داشت و سی سالش بود البته سن فرید در رسانه ها با چند سال اختلاف درد شده و سن دقیقش مشخص نیست. به هر حال اهالی محل میگفتن که فرید با همسرش مهدسه 19 ساله دچار اختلاف بوده و اون روز وقتی که به خونه پدرزنش اومده بود در مدت زمان کمی بعد از ورودش به خونه همسرش مهدسه خواهرزن 16 سالش کیمیا و مادرزنش رو با شلیک گلوله به قدر رسونده بود و در نهایت هم برای اینکه حالا عدالت رو زیر پا نگذاشته باشه یک تیر خلاص هم به خودش زده بود خب اینا تمام اظهارات شاهدین ماجرا و همسایگان بودش اجساد فرید، مهدس و کیمیا برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و مادر خانواده هم که در اثر شلیک فقط مجروح شده بود و زنده بود به بیمارستان رفت خب اینطور که پیدا بود عامل جنایت یعنی فرید با شلیک به خودش خودش رو از بین برده بود و طبیعتا میشد حد زد که جریان این پرونده از همون شروع دیگه بسته شده بود اما خب برای پلیس ها این کافی نبود و اونا باید به صورت کامل ابعاد مبهم این پرونده رو بررسی میکردن. خب با پرسجوهای بیشتری که اونا از اطرافیان این خانواده کردن معلوم شدش که اختلافات مهدس و فرید با هم چیزی نبوده که کسی ازش خبر نداشته باشه چون همسایه ها بارها دیده بودن که فرید برای اینکه همسرش رو که قهر کرده بود و به خونه پدرش رفته بود دوباره به خونه خودش برگردونه چقدر به در خونه پدرزنش رفته بود اما خب در نهایت موفق نشده بود که همسرش رو راضی به برگشتن کنه خب این که این اختلافات ریشه و پایش اصلاً چی بودن اجازه بدید که برگردیم به چهار پنج سال قبل از رخ دادن این جنایت یعنی زمانی که فرید و مهدسه اصلا با هم ازدواج نکرده بودن اما خب اون موقع ها مثل یک جفت مرغ عشق عاشق به هم دل باخته بودن و کسی نمیتونست اونها را از هم جدا کنه در حقیقت اون موقع ها در حالی که مهدسه هنوز یک دختر 15 ساله بود به خاطر عشق زیادی که به دوست پسرش فرید خان داشت فریدی که 11 سال از اون بزرگتر بود مهدسه از خانوادهش خواسته بود که بهش اجازه بدن با اون ازدواج کنه اما خب پدر محتسه با این ازدواج مخالف بود و اعتقاد داشتش که سن اون دختر برای ازدواج خیلی کمه و این وصلت به مسلحت نیست. اما خب اصرار خود اون دختر چیزی نبود که خونوادش بتونن به راحتی ازش بگذرن چون محتسه همه رو تهدید کرده بود که اگر بهش اجازه ازدواج با فرید رو ندن اون میره خودش رو میکشه و به همه عالمم هم میگه که چون پدر و مادرم به هم اجازه ندادن که بهش برسم منم خودکشی کردم خلاصه این طور شدش که این پافشاری های زیاد محدثه بالاخره خانوادش رو در برابر خواسته هاش تسلیم کرد و اونم موفق شدش که در سن 15 سالگی با دوست پسرش فرید ازدواج کنه. البته این پافشاری ها تنها از طرف خود محدثه نبود بلکه فرید هم پاش رو توی یک کفش کرده بود و سفت و محکم میگفت که یا محدثه و یا هیچ کس دیگه. به هر صورت هر چی که بود این دو نفر علا رقم مخالفت های خانوادهشون با هم ازدواج کردند و بعد از یک سال صاحب یک فرزند دختر زیبا به نام بهار شدن دختری که خیلی زود قرار بود به خاطر اشتباه بزرگترها یتیم بشه بله تا چند سال به نظر می رسید که همه چیز عالیه مهدس و فرید یک زوج خوشبخت و خوشحال به نظر می رسیدن اما زمانی که دختر کوچولوشون بهار تقریبا چهار ساله شده بود اتفاق بدی رخ داد که تمام خوشحالی و خوشبختی این خانواده رو به یک باره از بین برد. فرید مدتی بعد از ازدواج بدون اینکه همسرش بفهمه یواشکی توی کار خرید و فروش مواد رفته بود و آخر سر هم چند ماه قبل از همین حادثه به خاطر همین فروش موادی که انجام میداد دستگیر شده بود و چند ماهی رو هم توی بازداشتگاه گذرونده بود. اما خب در نهایت با قید وسیقه آزاد میشه و وقتی که مهدسه از خلافهای شوهرش با خبر میشه اینقدر قافلگیر رو ناراحت شده بود که نتونسته بود طاقت بیار و با حالت قهر به خونه پدرش رفته بود. خب مسلما هر کس دیگه بود هم بود همین کار رو میکرد و فرید هم خودش میدونست که حق کاملا با همسرشه. اون هیچ جوره نمیتونست بهونه بیاره و یا اینکه از کاری که کرده بود دفاع کنه. برای همین پیش قدم میشه و برای معذرت خواهی به خونه پدرزنش میره اما اونجا محدثه که از این اتفاق گفتم همون خیلی ناراحت و عصبانی بود انگار به هیچ وجه نمیتونست با این موضوع کنار بیاد و هر بار که فرید برای معذرت پیشش میرفت اون میرفت توی اتاقش و در رو, رو خودش میبست و یا اینکه کلا به خانوادهش میگفت که فرید رو از اونجا بیرون کنن اما خب فرید هم خیلی سمشتر از این حرفا بود و بالاخره تونست که بعد از کلی رفتن و اومدن و مذرت کردن همسرش رو راضی کنه که دوباره به خونه برگرده. اما اینجا یک شرط وجود داشت. شرط و که مهدسه تنظیم کرده بود. اون زن به فرید گفته بود که چون توی زندگی یک دفعه اعتماد و اطمینان رو کلن اون مرد از بین برده این بار برای اینکه ثابت کنه دیگه مشکلی پیش نمیاد باید خونه و زمین کشاورزی رو که داشتم کلا به نام اون بزنه تا بلکه به این نه اون دوباره بهش اعتماد کنه خب این شرط این شرط مهدسه برای فرید خیلی بزرگ بود یعنی اون در یک کلام از شوهرش خواسته بود که هر چی داشت تمام و کمال به نام اون بزنه تا اون به خونه برگرده و مثل اینکه اصلا به پنجاه پنجاه هم راضی نبوده فرید باهاش کلی صحبت میکنه تا تخفیف بگیره اما خب در نهایت وقتی میبینه که دیگه هیچ جوری نمیتونه توجه همسرش رو به خودش جلب کنه شرط اون رو قبول کرده بود و تمام داراییش رو به نام همسرش زده بود بله اینطور شد که محتسه دوباره به خونش برگشت و پیش فرید رفت اما خب این پایان اختلافات بین اونا نبود چون بعد از مدت کوتاهی دوباره اونا با هم دچار مشکل شدند حالا اینکه این مشکل چی بود و یا آیا مربوط به برگشتن دوباره فرید به کار خلاف بود یا نه چیزی توی رسانه ها ازش صحبت نشده اما خب درگیری ها دوباره باعث شده بود که مهدسه دوباره قهر کنه و به خونه پدرش بره فرید هم گویا که ادعا کرده بود که کار خلافی ازش سر نزده و این بار مهدسه با بهانه‌گیری قهر کرده بود و رفته بود خونه پدرش فرید با خودش فکر میکرد که همسرش یه جورایی اون رو گول زده و خواسته که خونه و زمینش رو یه طوری از دستش در بیاره و بعد از اینکه این اتفاق افتاد اون دوباره قهر کنه و به خونه پدرش بره و بعد هم با زدن برچسب هایی مثل اینکه تو خلافکاری و معتادی و اینطور چیزها به دنبال کارهای طلاق بیفته در واقع فرید با خودش فکر میکرد که محتسه از همون اول هم قصد جدایی داشته اما خب با خودش گفته بوده که حالا بذار قبل از طلاق ببینم با یک ترفند میتونم خونه و زمین رو به نام خودم کنم یا نه خلاصه این موضوع باعث شده بود درگیری فرید با خانواده همسرش هم اوج بگیره چون گویا که خانواده مهدسه هم سمت دخترشون رو گرفته بودن بله اینطور که اهالی محلم میگفتن شب قبل از حادثه فرید برای بار چندم به خونه پدرزنش اومده بود و حتی یک بار با چاقو اونا رو تهدید کرده بود و گفته بود که اگر زنش اون شب به خونه برنگرده یه کاری دست خودش رو اونا میده فرید بعد از این داد و بیدادها به خیال اینکه تهدیداش جواب میده و زنش به خونه برمیگرده رفته بود خونه اون توی خونه نخوابیده بود و منتظر همسرش بود اما خب هیچ خبری از محدسه نشده بود توی اون لحظات بود که فرید از اوج عصبانیت تصمیم وحشتناکی میگیره. اون صبح زود صبح زود فردای اون روز به خونه پدرزنش برمیگرده و بعد از مدتی انتظار توی کوچه از بالای دیوار حیات به داخل خونه رفته بود و اون موقع هم هیچ کس از اهل خونه متوجه ورود فرید نشده بود. به هر صورت فرید آروم و بی و صدا خودش رو بالای سر همسرش رسونده بود و اون رو بیدار کرده بود و ازش خواسته بود که عزیزم بلند شو بیا بریم خونه اما خب مهدسه به هیچ وجه راضی به این کار نشده بود توی این گیرودار و جر و بحث ها کیمیا خواهرزن 16 سالش هم از خواب بیدار میشه و با شنیدن حرفای فرید جلوی اون میسته و بهش میگه که اونم حاضر نیستش که اجازه بده خواهرش برگرده و در همین لحظات مادر محتسم از خواب بیدار شده بود که از راه میرسه و مشخص نیستش که اون موقع پدر خانواده کجا بوده چون چیزی از ایشون در ها گفته نشده خلاصه فرید در یک لحظه خودش رو توی محاصره خانواده همسرش میبینه و در مقابل اونا که ازش خواسته بودن هرچه زودتر از خونشون بره بیرون ناگهان فرید اسلحه ای رو که از قبل آماده کرده بود رو در میاره و اول به خواهرزنش کیمیا شلیک میکنه و بعد هم به مهدس و مادرش در نهایت هم وقتی که از مرگ اونا مطمئن میشه یک تیر خلاص هم به خودش زده بود که در این میون خوشبختانه مادر خانواده از دنیا نرفت و زنده موند البته قبل از شلیک فرید به خودش تعدادی از اهالی محل همسایه ها خودشون رو به داخل حیات اون خونه رسونده بودن و اونجا دیده بودن که فرید با اسلحه به سر خودش نشونه گرفته بود و هر چقدر فریاد زده بودن که فرید نزن اما خب تصمیم فرید از خودکشی عوض نشده بود و به یک باره به خودش شلیک کرده بود و با همون شلیک بودش که پرونده این جنایت خونوادگی با سه کشته و یک مجروح خیلی زود بسته شد. بله دوستان، واقعا دیگه دردناکتر از این نمیشه که آدم بشنوه چند تا زندگی اینطوری راحت نابود شد و چند تا انسان هم این وسط خیلی راحت و علکی جونشون گرفته شد. انسانهایی که هر کدوم میتونستن زندگی رو از نو طور ای زندگی کنن، انسان هایی که میتونستن این شانس رو حداقل به خودشون بدن که توی زندگی یک بار هم که شده اون خوشبختی واقعی رو تجربهش کنند. باید برای زندگی ارزش قائل بود و دونست که رفتن توی راه خلاف همه چیز رو خیلی راحت میتونه نابود کنه عزیزان مرسی که امروز هم تا انتها با من همراه بودید ممنون میشم که با لایک کردن ویدیوها محبتتون رو از من دریق نکنید چون به من خیلی کمک میکنه به رشد کانال کمک میکنه من معمولا درخواست سابسکرایب و سابسکرایب نمیدونم لایک کردن ویدیوها رو اینطور چیزها رو نمیکنم. اما خب گاهی احساس میکنم که بعضی از دوستان انگار یادشون میره که اون دکمه لایک اون پایین قرار داره ممنون میشم که با لایکاتون من رو حمایت کنید به رشد کانال خودتون کمک کنید تا یک پرونده جنایی دیگر بدرود